درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هر گونه اقدام عامدانه در حادثه سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش را تکذیب کرد. همزمان با آغاز به کار رسمی دولت 14 جمهوری اسلامی، محکومیت روزنامه‌نگاران با افزایش 5 برابری مواجه شده است. مصطفی تاجزاده از یک پرونده قضایی جدید و احتمال افزایش حبسش از 5 سال به 10 سال خبر داد. دیوان عالی کشور حکم قصاص فرد شلیک کننده به محمد جام بزرگ را تایید کرد. اعتصاب سراسری اسرائیل که برای ایجاد فشار بر نخست وزیر آغاز شده بود با حکم دادگاه عالی کار اسرائیل متوقف شد. ترامپ میگوید خدا برای اصلاح کشور وی را از سوء قصد نجات داده است. و ظرف نقره کمیاب در گنجینه وایکینگ ها در اسکاتلند متعلق به شاهنشاهی ساسانی از آب درآمد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 2 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 12 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 101 روز بعد از سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش در سومین و آخرین گزارش خود هر گونه اقدام عامدانه در وقوع این حادثه را تکذیب و پرونده آن را مختوم اعلام کرد. بر مبنای این گزارش علت اصلی سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی و همراهانش شرایط پیچیده اقلیمی و جوی منطقه، به وجود آمدن ناگهانی توده غلیظ متراکم مه بالا رمنده به سمت ارتفاع و برخورد با کوه بوده است. در این گزارش برای اثبات غیر عمدی بودن سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی و همراهانش به مواردی 11 گانه استناد شده است، از جمله اینکه تمامی قطعات هلیکوپتر طبق استانداردهای تعریف شده تعمیر یا تعویض شده بودند، نحوه اجرای مأموریت هم با ضوابط و مقررات انطباق داشته و هلیکوپتر در مسیر پیش بینی شده پرواز کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گزارش ادعا کرد که کامپیوتر دستی خلبان که کارشناسان متخصص آن را احیا کردند، صحت اطلاعات مسیر پروازی را اثبات کرده و در قطعات باقی مانده از هلیکوپتر هم هیچ گونه عیبی مبنی بر دخالت در سقوط آن وجود نداشته است. بر اساس این گزارش، اطلاعات سامانه ضبط صدای داخل کابین و ضبط اطلاعات پروازی هم پیاده و بررسی شده و در نتیجه مشخص شده که خلبان هیچ پیامی مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری صادر نکرده است. ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از این گزارش ادعا کرد که طبق گزارش کمیته فنی پزشکی قانونی، در نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی جسد کشته شدگان هیچ مورد مشکوکی وجود نداشته و علائمی مبنی بر خرابکاری در قطعات و سامانه‌های هلیکوپتر هم مشاهده نشده است. در گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح احتمال هدف قرار گرفتن هلیکوپتر با سامانه‌های آفندی و پدافندی، جنگ الکترونیک و ایجاد میدان مغناطیسی و لیزر هم منتفی اعلام شده است. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تازه خود درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران نوشت از زمان آغاز به کار رسمی دولت 14 صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن بیش از 5 برابر شد. به نوشته این سازمان در بازه زمانی 11 مرداد تا 10 شهریور ماه دست کم 18 روزنامه‌نگار و رسانه در ایران در 22 پرونده جداگانه برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند. بر پایه این گزارش شمار این برخوردها با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در این ماه 3 مورد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته است. از میان این برخوردها نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم در 12 مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران را نقض کردند.
مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین اعلام کرد که پرونده قضایی تازه‌ای برای او گشوده شده و ممکن است که به 2 اتهام به 5 سال زندان قابل اجرا محکوم شود. به اضافه کرد وقتی روحانی رأی آورد 6 سال زندان هم به 7 سال افزایش یافت. این بار ظاهرا قرار است که 5 سال زندان به 10 سال برسد. تاجزاده در نامه ای از زندان اوین به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که سازمان موازی اطلاعات سپاه برای 7مین بار پرونده جدید برایش باز کرده به اتهام اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. تاجزاده در این نامه نوشت که این پرونده جدید پیرو به دستور یا تایید رهبر جمهوری اسلامی به جریان افتاده است. به نوشته است تا همین لحظه و بدون احتساب حدود 3 سال باقی مانده حبسم و بدون در نظر گرفتن محکومیت جدید احتمالی، من فقط به جرم انتقاد از شما که کشور را به وضعیت اسفبار کنونی کشاندید 9 سال و 2 ماه حبس کشیدم. تاجزاده نوشت که دیگر حاضر به حضور در دادگاه نیست. او که معاون سابق وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی است، از سال 1388 تا به امروز بارها به زندان افتاده و از 17 تیر ماه سال 1401 در حال گذراندن محکومیت 5 سال زندان خود است. به گفته پیام درفشان، وکیل خانواده محمد جامع بزرگ که در اعتراضات سال 1401 در ملارد کرج کشته شد، دیوان عالی کشور رأی قصاص نفس فردی را که به او شلیک کرده بود تایید کرد. این خبر را به وبسایت مدارا روز یکشنبه 11 شهریور ماه به نقل از آقای درفشان و همچنین محمد رضا کارگر وکیل دادگستری گزارش کرد. بر اساس این گزارش، دیوان عالی کشور احکام صادر شده علیه متهمان این پرونده را که از سوی شعبه 5 دادگاه نظامی 1 استان تهران صادر شده بود، عیناً تایید کرد. به گفته این دو وکیل، متهم ردیف اول این پرونده که در دادنامه صادره از او با عنوان بسیجی یاد شده، به قصاص نفس محکوم شده است. همچنین متهمان دیگر در این پرونده که از آنها در دادنامه با عناوینی چون پاسدار نام برده شده به حبس‌های 6 ماه و 91 روز حبس محکوم شدند. نگرانی‌ها درباره بحران کاهش تعداد کادر درمان در ایران ادامه دارد. احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در مصاحبه‌ای از افزایش 2 برابری میانگین مهاجرت سالانه پرستاران خبر داد و گفت که این آمار رو به رشد است. نجاتیان گفت که از سال 1400 تا 1402 به طور سالانه میانگین مهاجرت پرستاران 2 برابر شده است. هرچند که به گفته او آمار دقیقی از مهاجرت پرستاران وجود ندارد، اما با استناد به درخواست پرستاران برای دریافت تایید صلاحیت کاری یا همان گود استاندینگ، میتوان تخمین زد که دست کم تقاضا برای مهاجرت با رشدی 2 برابری مواجه شده است. رئیس کل سازمان نظام پرستاری با ابراز نگرانی از افزایش این آمار در سال آینده یادآور شد که همین حالا حدود 20% ظرفیت آموزشی سالانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشکده‌های پرستاری در کل کشور درخواست مهاجرت دارند که عدد بسیار بزرگی است. در سال‌های گذشته شماری از انجمن‌ها و نهادهای صنفی پرستاری درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از شرقه خدمات هشدار دادند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که برجام متناسب با واقعیت‌های فعلی برنامه هسته‌ای ایران نیست و با توجه به پیشرفت‌های این برنامه در تقریباً تمام جنبه‌ها اکنون دیگر تاریخ گذشته است. مدیر کل آژانس به شبکه خبری العربیه گفت با توجه به سطحی که برنامه هسته‌ای ایران رسیده، هم از نظر فناوری‌های موجود که شامل نسل جدید سانتریفوژهای پیشرفته می‌شود و هم از نظر مقدار مواد هسته‌ای که ذخیره کردند و با توجه به پیشرفت‌های مشاهده شده در سایر حوزه‌های فناوری که به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط هستند یا بخشی از آن محسوب می‌شوند، نیاز به شفافیت بیشتری وجود دارد. بنابراین ما در حال بحث با ایران هستیم تا ببینیم چه اقدامات دیگری فراتر از آن چه ایران متعهد به انجام آن است می‌توانیم انجام بدهیم. گروسی گفت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، به نامه‌اش پاسخ داده که نشانه‌ای است از احتمال اثرگیری گفتگوها و
برای اطمینان از طلحامیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. بیافزود که امیدوار است دیدار با پزشکیان در اولین فرصت ممکن انجام شود و او آماده سفر به تهران است. وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو و تهران در حال نهایی کردن مقدمات امضای توافق جامع همکاری‌های استراتژیک هستند. سرگئی لاوروف روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه روابط بین الملل مسکو با تاکید بر اینکه هنوز برخی جزئیات فنی باقی مانده گفت به لحاظ نمادین مهم است که مقدمات پیمان هر چه زودتر نهایی شود. به همچنین این اقدام را در راستای همکاری با رئیس جمهور و دولت جدید ایران دانست و آن را قدمی مهم و نمادین توصیف کرد. برندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. شناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. خبرها جلب میکنم. اعتصاب سراسری اسرائیل که از ساعت 8 بامداد روز دوشنبه 12 شهریور ماه با فراخوان هستادرود اتحادیه کارگران و کارمندان اسرائیلی برای ایجاد فشار بر نخست وزیر آغاز شده بود، با حکم دادگاه عالی کار اسرائیل متوقف شد. هدف از برپایی این اعتصاب نهایی کردن توافق آزادی گروگان‌های اسرائیلی بود که به دست حماس اسیر شدند. دادگاه عالی کار حکم داد که انگیزه اعتصاب برخلاف حق اساسی اعتصاب کارگران و کارمندان در مواقع استلب و تضییع حقوق قانونی آنهاست. بر اساس حکم این دادگاه، اعتصاب در ساعت 14:30 عصر دوشنبه متوقف شد. وزیر دارایی اسرائیل از حکم دادگاه استقبال کرد. به استایل اسموتریچ گفت که دادگاه تشخیص داد که اعتصاب سیاسی بوده است. به افزود که دوران این نوع اقدامات غیرقانونی تمام شده است. اسموتریچ همراه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر علیه اعتصاب سراسری به دادگاه عالی کار شکایت فوری ارائه کرده و اعتصاب را برای شرایطی لازم دانسته بودند که حقی در کار و از کارگران سلب شده باشد. اعتصاب بعد از یک شبانه روز اعتراضات گسترده در اسرائیل در پی کشف جسد 6 گروگان کشته شده این کشور به دست گروه افراطی حماس در غزه بر اساس فراخوان هستادرود آغاز شده بود. چندین قانونگذار دموکرات آمریکا روز یک شنبه در واکنش به کشته شدن 6 تن از گروگان‌های در دست حماس در تونل زیرزمینی در غزه خواستار آتش بس میان اسرائیل و حماس شدند. اسرائیل اجساد 6 گروگان را از تونلی در غزه که گویا اندکی پیش از رسیدن نیروهایش کشته شدند پیدا کرد. این گزارش باعث اعتراضات در اسرائیل در روز یک شنبه و اعتصاب برنامه‌ریزی شده به دلیل نجات نیافتن آنها شد. همزمان در روز یک شنبه گزاران جمهوری خواه خواستار فشار قوی تر بر اسرائیل برای انجام مذاکرات آتش بس نشدن و برخی دولت بایدن و معاونش کمالا هریس را به دلیل عدم حمایت کافی از اسرائیل سرزنش کردند. تام کاتون نماینده ایالت آرکانزا در سنا از حزب جمهوری خواه در همین ارتباط گفته است که آنها، یعنی بایدن و هریس، به تشویق و جسور کردن حماس با درخواست از اسرائیل برای آتش بس ادامه می دهند.
او در پاسخ به این پرسش که دولت نتانیاهو در مواجهه با اعتراضات فزاینده در اسرائیل چه باید بکند، گفت من از او می‌خواهم که کار علیه حماس را تمام کند. این دقیقا همان کاری است که کامالا هریس و جو بایدن از همان ابتدا باید انجام می‌دادند. در بیانیه‌ای که کاخ سفید درست پیش از نیمه شب شنبه منتشر کرد، کامالا هریس نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 آمریکا خواستار آتش بس نشد و حماس را به دلیل کشته شدگان محکوم کرد. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه خواستار فشار بیشتر بر حکومت ایران حامی اصلی حماس شد و به برنامه این هفته شبکه ABC گفت که دولت بایدن و اسرائیل باید جمهوری اسلامی ایران را در قبال سرنوشت گروگان‌های باقی مانده مسئول بدانند و اگر گروگان‌ها آزاد نشوند باید پالایشگاه‌های نفت ایران را در فهرست اهداف مورد حمله قرار بدهند. درگیری خشونت‌آمیزی که روز شنبه در پاریس پایتخت فرانسه میان چند تن از اتباع کشور افغانستان رخ داد، 4 زخمی بر جای گذاشت. بنا به اعلام پلیس فرانسه، در جریان این درگیری که حوالی ساعت 11:45 دقیقه بامداد رخ داده و به نظر می‌رسد که بر سر قاچاق سیگار بوده، حدود 30 تن در حالی که چوب و باتون در دست داشتند، روز روشن در خیابان‌های منطقه 18 پایتخت به ضرب و شتم پرداختند. به نوشته رسانه‌های فرانسه، آنها در مقابل چشمان حیرت‌زده ساکنان محلی به شدت با یکدیگر زد و خورد کردند و حتی برخی مسیر خودروها را مسدود کردند. پلیس فرانسه در نهایت 6 تن را دستگیر کرد که مشخص شد 2 تن از آنها مسلح به چاقو بودند. شرکت عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بیانیه اعلام کرده که یک کشتی در فاصله 130 کیلومتری بندر سالیف یمن هدف دو پرتاب قرار گرفته است. این شرکت مرتبط با نیروی دریایی بریتانیا همچنین ضمن تایید وقوع یک انفجار دیگر در نزدیکی این کشتی گفته که عملیات امداد و تعمیر این شناور در جریان است. بر اساس این بیانیه کسی در این حمله کشته نشده و این کشتی به مسیر خود ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در مصاحبه جدید با فاکس نیوز گفت احساس می‌کند آمریکا عقب مانده، خرد و شکسته شده است، اما متعهد شد که اشتباهات را تصحیح کند. ترامپ در این مصاحبه افزود بر این باور است که خدا به منظور اصلاح کشور او را از سوء قصد نجات داده است. طبق گفته ترامپ، فرد مسلح هنگام تیراندازی به او شتاب زده بوده است. ترامپ در ادامه گفت فکر می‌کنم زمانی که با پسرانم که کارشناس تیراندازی هستند صحبت کردم، ایمانتان به خدا بیشتر می‌شود، اما زمانی که با متخصصان صحبت کردم می‌گویند که امکان نداشت که او از آن فاصله دچار اشتباه در هدف گیری شود. به نظرم او شتاب زده بود، زیرا همانطور که می‌دانید مردم شروع به گفتن کردند که مردی اسلحه در دست دارد. به گفته ترامپ، تکتیراندازی که فرد مسلح را از پای درآورد فوق‌العاده بود، اما در این حال اذعان کرد که باید فردی در پشت بام ساختمانی که عامل تیراندازی در آنجا بوده حضور می‌داشت. بیانگانشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. I think it was the best decision I ever made. He really helped me out and he has really helped me out. So he's not too busy for me. Even gave me a cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling SAM was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310
441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. میکنیم. بعد از آنکه مسابقات المپیک پاریس صحنه‌های نادری از اتحاد میان بازیکنان تیم‌های تنیس روی میز کره شمالی و کره جنوبی را به جهانیان نشان داد، نگرانی نسبت به احتمال مجازات ورزشکاران کره شمالی در حکومت منزوی و خودکامه این کشور افزایش یافت. لیم جونگ هون، یکی از اعضای تیم پینگ پونگ کره جنوبی که کشورش در رشته مسابقات دو نفره مختلف برنز گرفت، بعد از دریافت مدال با بازیکنان تیم کره شمالی که با کسب جایگاه دوم بعد از چین نقره گرفتند عکس سلفی انداخت. پیش از آنها ورزشکار کره شمالی در رشته بوکس زنان هم با ورزشکاران کشورهای ترکیه و چین و کره جنوبی عکس گرفته بود. گاردین روز دوشنبه نوشت که به نظر می‌رسد دو بازیکن تنیس روی میز کره شمالی در بازگشت به کشور خود با مشکل روبرو شده و تحت بازداشتی ایدئولوژیک قرار گرفتند، زیرا از قبل به ورزشکاران کره شمالی دستور داده شده بود از تماس با سایر ورزشکاران مخصوصا از کره جنوبی دوری کنند و در غیر این صورت ممکن است که مجازات شوند. به نوشته گاردین، غیر از دو بازیکن رشته رقابت دو نفره تنیس روی میز که نقره گرفتند، سایر ورزشکاران الزامی کره شمالی به دلیل ضعف و نگرفتن مدال تنبیه شدند. محققان میگویند ظرف باستانی شگفت‌انگیزی که در گنجینه مربوط به وایکینگ ها در موزه ملی اسکاتلند نگهداری می شود از یک معدن نقره در ایران به دست آمده است. این ظرف که در منسوجاتی باستانی پیچیده شده بود به همراه چندین شیء تاریخی دیگر حدود 10 سال پیش توسط فلزیاب یک علاقمند به کاوش در مزرعه‌ای در کوکباشایر در منطقه بالمگی اسکاتلند کشف شد. پژوهشگران میگویند که این اشیاء تاریخی حدود 1100 سال پیش در خاک دفن شده بودند. در این کشف که به عنوان یکی از مهمترین یافته‌های باستانشناسی قرن در بریتانیا توصیف می‌شود، بیش از 5 کیلوگرم نقره، طلا و اشیاء تاریخی از صلیب سینه مسیحی تا سنجاق سینه به دست آمد. این اقلام باستانی سپس به موزه ملی اسکاتلند منتقل شدند. محققان می‌گویند که نگاره‌های حکاکی شده روی زر به شمایل نگاری دین زرتشتی، مذهب رسمی امپراتوری ساسانی و آخرین امپراتوری ایرانی قبل از فتوحات اولیه مسلمانان در قرن 7 میلادی مربوط است. برندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای سپهر. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.